السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيوا جميع المتابعين في كل مكان، كيف حالكم؟ عساكم طيبين يا جماعة الخير. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أعتذر منكم جميعا، تقريبا 3 شهور أو أكثر ما قدرت أن أنزل محتوى أسبوعي على قناة اليوتيوب بسبب مريت بظروف خاصة جدا جدا، جاتني توقيف لمدة 3 شهور. وتفاصيل كامل بإذن الله تعالى في الوقت المناسب أعلمكم كل تفاصيل في الوقت المناسب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لكن الآن أعتذر جدا من متابعيني، من جمهوري، أنا ما أقدر أقول لكم إيش ظروفي لأن صعب علي الحين، لكن بإذن الله في الوقت في المستقبل القريب إن شاء الله أعلمكم إن شاء الله. بإذن الله أحاول أنزل أسبوعيا محتوى جميل على قناة يوتيوب، إن شاء الله تستفيدون من هالقناة بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم عن مشروع ضخم، مشروع قطري، استثمار قطري في كابول، حي كبير، حي كامل يسمى شهر قطر، يعني حي القطري في أفغانستان في كابول. بعد ما تشوف المقطع يبين كل شيء إن شاء الله. ولا تنسوا يا جماعة الخير الاشتراك واللايك والنشر في كل مكان، إن شاء الله نصل أقرب وقت بإذن الله 20,000 متابع. يا جماعة خير لا تنسوا اللايك، أهم شيء اللايك يا جماعة خير، عشان إن شاء الله مشاهدات الفيديو تبعي تزود إن شاء الله. يلا بينا. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل، بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي وإلهنا من المعالي، أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك. Let's come back to our project. This is the mega project in Kabul. It's the Qatar Shahrak. It consists of a residential block, 768 apartments. And there is a commercial area for the sustainability of this project. It's located in the south and the west of the project. We have 2 schools, 1 masjid, which is already the work is going on. And I believe around 50% work is finished as well. There are some green areas, playground in this project. This project, inshallah, on the completion, we will distribute with the coordination of the Urban Development Ministry as well as the Office of His Excellency President. It will be distributed to the needy families in Afghanistan 100% free of charge. And I mentioned earlier the sustainability of the project for the commercial. Inshallah, this money will go for the maintenance, for the orphanage house, for the maintenance of the complete project. And other things, wherever is required, we will, inshallah, use that money there. به نام یاد خدا. سلام وطن‌دارای عزیز، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین، روز و روزگارتان بخیر و خوبی سپری شود. با من نیلوفر رحمانی. وطن‌دارای عزیز، امروز ما آمدیم به ساحه خوشحال خان هستم، به سلسله آبادی در کشور ما. یکی از پروژه های هستم که اینجا پروژه شهرک قطر هست. آمدیم به معرفی این پروژه که حدود 40 میلیون دلار برای بالای پروژه سرمایه گذاری شده و خوشبختانه قسمی که همگی ما شاهد هستیم کشور ما رو به پیشرفت و آبادی هست. وطن‌دارای عزیز، و خوشبختانه زمینه کار به تعداد بسیار زیاده فراهم شده. از این پروژه ما دیدن میکنیم اینکه کارا چقدر پیش رفته. بیننده برنامه باشین وطن‌دارای عزیز، برنامه رو از دست نتین.
خب هموطنان عزیز، انجینیر صاحب در کنار ما هستن، اینجا امروزشون صحبت های داشته باشیم. انجینیر صاحب سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. بخیر و سلامت باشین. انجینیر صاحب خودتون رو برام معرفی داشته باشین. با نام خداوند بزرگ، رفیع الله پاسون هستم، انجینیر متخصص ساختمان از طرف وزارت شهرسازی در پروژه شهرک قطر. انجینیر صاحب درباره پروژه شهرک قطر در نخست از شما کم ما میشنویم، بعد از او باز میریم و از شهرک دیدن میکنیم. پروژه شهرک قطر از طرف دوست کشور ما قطریا اینجا تعمیل می شود. پروژه ما که هست 8 بلاک داره، 3 تا تجارتی مارکت های تجارتی داره و 2 تا شاپینگ هال داره. مسجد شریف هست، 2 تا مکتب دخترها و بچه هست، خانه ملا ایمان و مازن هست و در لیتام داره. کارو چقدر پیش رفته؟ چند پیش رفته؟ فعلا فیز اول ما 3 بلاک، مسجد شریف، مکتب ذکر و ناس، خانه ملا امام و خانه مازن کست، کارها زیاد پیش رفته که کارهای بلاک های ما از 75 تا 85% پیش رفته. ما کار ماجد ما کست 85% پیش رفته و کار مکتب ذکر کست و تا 95% پیش رفته و کار مکتب دخترها و ناس کست فعلا تا 80-85% پیش رفته. بسیار عالی است. کارا فعلا هم جریان داره؟ فعلا کارا جریان داره. شما مشاهده میکنید که کارای استراکچرش خلاص شده، داخلش کارای مهندسی و ابرسانی و کانالیزاسیون جریان داره. بلاک از طرف شروع بریم بین کبریم بلاک اول دوم سیوم بفرمایید بریم پیشتر بریم مهربانی بین کبریم. از انجینیر صاحبا شروع تا کارگرا و در هر بخش کار میکنن، اینا کیا هستن؟ فعلا اینجا که هسته کل شرکت های ما که هسته داخلی است، لیبر ما داخلی است، اسکل لیبر ما هم داخلی است، انسکل لیبر ما هم داخلی است. شرکت های محترم که اینجا کار میکنه 4 شرکت هسته، 3 شرکت ها بلاکار را پیش میبره. یک شرکت محترم ما که هسته مسجد شریف، 2 تا مکتبه و خانه ملا امام و مازم پیش میبره. چقدر خوب است که یک زمینه کار مساعد شده برای هموطنهای ما اینجا. ماشاءالله ما همیشه کوشش میکنیم که وطن خود را به پای استاده کنیم، به مردم خود خدمت کنیم و مردم را کار مجبور کنیم. اگر امکاناتش باشه که ما بریم از مکتب از نزدیک ببینیم. میریم پیش از مکتب و اول در مکتب ذکور میریم. خب. مکتب ذکور ما دو مکتب است یعنی؟ فعلا ما دو مکتب اینجا در این شهر هست، دو مکتب است. یک مکتب ذکور و دیگر مکتب ایناست. فعلا کارهای مکتب ذکور تا 95% پیش رفت. بسم الله که بریم. انجینیر صاحب مکتب بچه ها که گفتین این مکتب است؟ بله صاحب، مکتب ذکور که فعلا کارش تا 95% پیش رفته، در 3 منزل است، هر منزلش 8 اتاق داره، 8 سم داره، یک مدیریت و یک اتاق سر معلومات و یک لابراتوار داره. می قسمت بک‌گراند سر ما رو که می‌بینید مکتب است که مربوط دخترها میشه. اینجاست میشه که بریم ما داخل؟ میرم داخل میرم. و اینجاست خوبی است که باز مکتب دخترها و بچه‌ها جدا است. بله بله، حال دی پارتیشن هم داره. دیوال پارتیشن داریم، دخترها جدا است، بچه‌ها مکتب و بچه‌ها جدا. سر خوب لوکس مکتب است انجینیر صاحب. بله شما مشاهده میکنید که مکتب منزل اول است. کارش ماشاءالله من قریب به 90-95% رسیده، رنگ و چیزاش خلاص شده، تنها سیستم اینترنت و برق پیش مانده. سنف باز است؟ بله سنف باز است. که از جایی هم سنف دیدن کنیم، اینه ماشاءالله. این هم سنفا میز چوکیشون کاورده شده اینجا؟ اینشاءالله میز چوکیش هم جور است، قریب در سیستم لایتینگش انستال برق و اینترنت شده، اینشاءالله که تخته و چوکیش هم جور شده و منستاش هم اینشاءالله خیلی. انجینیر صاحب از مکتب خود دیدن کردیم، گرچه درباره بلاک ها گفتین ولی البته من میفهمم کسایی هم که بیننده هستن اونا میخوان که یک بار داخل بلاک ها را ببینن. میریم طرف اگر بلاک ها امکاناتش یعنی باشه میش هستن بلاک ها میریم انشاءالله درباره بلاک ها هم توضیحات میدیم که استاندارد ها چه استاندارد ها جا شده، چند منزل است، چند طبقات است، چه سهولت ها دارن انشاءالله. ما در منزل 8 هستیم، یکم که ظلم شدیم انجینیر صاحب دیزینا بالا شو بالا شده اینجا؟ بله صاحب ها دیزینا بالا میشه کم زله میشه شروع منزل هشتم هسته. اینی موضوع را چون اینجا 12 منزل هست در این نخست بر ما بگوین لفت داره نداره؟ بله صاحب لفت داره، لفتش هم با مستندرد لیوال های هسته. یعنی یک سهولت شمی که لفت داره. در باره ای بلاک بر ما کم بگوین اینجا صاحب چند اتاق هست؟ اینجا خیلی رقم تو فریمانی اتاق ما میبینم که در عموم شما بر ما بگوین. ای با این منزل ما که هسته بین که مخصوم صحبت کنه بریم. خب منزل ما که هسته 3 اتاق هسته. ماشاءالله. خب 3 اتاق داره، یک تا کچن هسته، 2 تا شناب هسته. بسیار اینجا چی هست؟ اینجا آشپزخانه است. آشپزخانه ایش هست. کیچن است که فعلا کارش شما میبینید که کارای ابرسانی جریان داره، زیر ترمیم هست. این ماشاءالله اینجا که جور شود چقدر زیبا شود و چقدر یک نمای خوب از بیرون باز معلوم میشه. پس میگوشتن دیگه 3 اتاق است؟
سه اتاق دو اتاق است این بلاک. سه اتاق و دو اتاق است که فعلا ما در قسمت سه اتاقی هستیم. سه اتاق اینجا هستیم که مساحت از این آپارتمان که هست 112 متر مربع است. انجینیر صاحب، بلاک هایی که جور میشه، آپارتمان هایی که جور میشه، 100% کسایی که میخواین در اونجا زندگی کنن میگن سهولت های بیشتر داشته باشن. این آپارتمان ها چی سهولت ها دارن؟ این آپارتمان ها که دیزاین شده سهولت های مختلف در نظر گرفته، خوشبختانه زیاد سهولت هاست. سهولت مرکز گرمی داریم، برق داریم، اینترنت داریم، سیستم ابرسانی منظم مجهز داریم، هم طور سیستم کانالیزاسیون منظم مجهز برای جور شده. فعلا کارش فعلا در جریان است. شما میگید برق هم نمی باشه؟ نه، برق منظم، برق با کت شرکت برشنا، محترم شرکت برشنا هم آهنگی شده، دیزاین کت شریک شده. وقتی که پروژه ما کامپلیت شده، بعد از بخیر ترانسفورمر و این چیزاش هم منظم میه کارش بشه. برق می داشته باشن، همچنان اینترنت می داشته باشن؟ اینترنت هم داره. بله صحیح. بسیار خوب. فعلا در افغانستان هرچی جور است منظم سیستم پیش می رود. انجینرهای متخصصین ما است، لیبر ما است، اسکل لیبر ما هم داره، اسکل لیبر هم داریم. مواد ساختمانی ما کلش الحمدلله از وطن خود ما است، در وطن خود و از ما استفاده می کنیم و سیستم های لیبر می جا کار می شود. خدا را شکر. یک بخش مهم دیگه که اینجا هست مسجد شریف است. خدا را شکر اینجا کار مسجد هم جریان داره، ماشاءالله کار میکنن. اینجا سب بریم به داخل؟ میریم داخل درباره مسجد ان شاء الله معلومات شما. بفرمایید. ما شما که داخل آمدیم، دروازی داخل ورودی است که با نماز مردم مه اول که مه به خاطر وضوخانه و چیزاش هست. اینجا بخش وضوخانه است، ماشاءالله خوب کلان است. وضوخانه ماشاءالله کلان است. با استاندارد های لول جور شده، کل موادش داخلی است، از طرف انجینر صاحبای ما چک شده، تست شده. که فعلا شما میبینید کارهایش ماشاءالله تا 85-90% پیش رفته. و امی خوبیش هم امی است که خوب کلان است، وسیع از جایش. وسیع است، منظم جور شده، با مطابق دیزاین کارش پیش رفته. بسیار خوب. یعنی که بریم اینجا بیشتر ما. این هم بخش وضوخانه شد. الو. دیدین اینجا به کلای من نمی بود، سر من اینجا خورده بود. سیفتی معلوم میگه که فرست سیفتی. اینا رو من فهمیدم که چی با درد میخوره. سیفتی باید اول در نظر گرفته شد. میریم از مسجد شریف دیدن میکنیم. منزل دوم؟ منزل دوم میریم. انشاءالله معلومات شد. صدا سه طبقه مسجد جور میشه. که ماشاءالله اینجا گنجایش چند نفر شاید داشته باشه؟ تا 4000 نفر ماشاءالله این مسجد گنجایش داره. قدر جایش کلان است که 4000 نفر. سه منزل مسجد شریف است که تقریبا تا 4000 نفر با نفوس میتونه اجازه نماز خدا ادا کنه. بسیار عبادت خدا پیش میره. شما میبینه که کارش هم زیاد فیصد کارش پیش رفته. فعلا اینستالیشن پی وی سی و شیشه ها است که از طرف اسکل بر جلسه ها کار میشه. کارشون کم مانده، یعنی به تکمیلی کار نزدیک است. انشالله کارش کم مانده، تقریبا تا 90% 85 تا 90% کارا پیش رفته. درباره بودجهش میشه برام بگوین؟ بله، این پروژه ما که هست دولت تقریبا 34 جریب زمین پروژه جور می شود. بله. که زمین از طرف دولت ما به شرکت قطر این جور شده و 40 میلیون، یعنی پروژه که فعلا هست 40 میلیون دلار جور می شود. بودجه هزینه بودجهش 40 میلیون دلار است. بسیار عالی. ان شاء الله بخیر روز ما بیاین و شاهد تکمیلی این پروژه باشیم. ان شاء الله در قریب بخیر فیز اول که تکمیل میشه، فیز دوم ان شاء الله در قریب شروع میشه. ان شاء الله بخیر. اینجا بسیار از شما تشکر. ان شاء الله موفق باشین با جمله تیمتان و کسایی که اینجا کار میکنن. مننه د تاسو نام کوم ودان چې تاسو راغله له موږ سره مرکه وکړه او خپل شریک نام لیدنه وکړه. بخیر باشین، سلامت باشین. تشکر، سلامت. نظریتون را میتونین بر ما در کامنت بنویسین. لایک و سابسکرایب هم فراموش تون نشه. وطن‌دارای عزیز، خداوند یار و نگهدار شما. وصلنا نهاية المقطع، أتمنى أعجبكم المقطع. إذا أعجبكم المقطع أعطونا أحلى اللايك وأحلى التعليق وانشر المقطع في كل مكان، وانتظرونا الفلوق القادم إن شاء الله يكون روعة بإذن الله. مع السلامة.